سلام دوستان، هوشنگم. 7 اکتبر 2017 است. میخوام یه نگاه اجمالی به مقاله های فدرالیست بکنیم. من در یوتیوب و بعضی وقتا توی فیسبوک دو ترجمه این مقاله ها رو در یه سال و نیم گذشته گذاشتم. 85 تا مقاله است. قانون اساسی آمریکا رو شرح میده، فدرالیسم رو شرح میده، سیستم جمهوریت رو شرح میده و من فکر میکنم فدرالیسم آمریکا بزرگترین هدیه‌ایه که این کشور به جهان ارائه خواهد کرد. من فکر میکنم تا آخر این قرن ماها یواش یواش به یه جایی میرسیم که خانواده بشری تصمیم بگیره که متحد بشه و تحت لوای سیستم فدرالیسم که اجازه بدیم تمام مردم دنیا، هر فرزندی، هر بچه دنیا شکوفا بشه و بتونه زندگی خوب و بهتری داشته باشه. این 85 مقاله توسط جیمز مدیسون جان جی الکساندر همیلتون نوشته شدن در سال 1787 و 1788 کنوانسیون فیلادلفیا که میگیم مجلس مؤسسان قانون اساسی کنونی آمریکا. در تابستون 1787 در فیلادلفیا انجام شد این قانون اساسی آمریکا بدون متمماش. ازش بیرون اومد، فرستادنش به 13 تا ایالت آمریکا، 13 تا نو ایالت آمریکا، گفتن که بیایید تحت لوای این قانون اساسی متحد بشیم. قانون اساسی اولی رو که نوشتیم در وسط جنگ با انگلیس، جنگ انقلابی با انگلیس، جوابگمون نیست، خیلی ایرادا داره، ما از همدیگه میپاچیم اگر بخوایم تحت لوای اون قانون اساسی باشیم. امپراتوری بریتانیا، امپراتوری فرانسه، اسپانیا میان از ضعفمون استفاده میکنن، تو سری خور اونا میشیم و هیچ هم نمیتونیم واقعا اونجوری که باید و شاید مردممون رو خوشحال نگه داریم، عاقبتشون رو خوش بکنیم، از آزادیشون دفاع بکنیم و بهتره که بیایم متحد بشیم. الکساندر همیلتون که نماینده ایالت نیویورک در کنوانسیون فیلادلفیا بود، تصمیم گرفت که مقاله‌ای بنویسه به نام فدرالیست و جواب منتقدین رو بده، چون به محض اینکه این قانون اساسی اومد بیرون یه سری شروع کردن از این نیویورکی‌ها که بر ضد قانون اساسی نیویورک بودن، بر ضد قانون اساسی جدید آمریکا بودن، این قانون اساسی رو کوبیدن. همیلتون تصمیم گرفت که از جیمز مدیسون و جان جی کمک بگیره، یه سری مقاله تو روزنامه‌ها بنویسن که هم منتقدین رو جواب بده، هم این که قانون اساسی و فدرالیسم و جمهوریت رو شرح بده. برای این تمام این مقاله ها شروع میشه به خطاب به مردم ایالت نیویورک، چون در اون زمان پایتخت آمریکا شده بود نیویورک. در فیلادلفیا شروع شد ولی در طی جنگ هی جاشو باید عوض میکرد، رفت نیویورک و مقاله ها رو برای ایالت نیویورک نوشتن، چون ایالت نیویورک خیلی مهم بود که این قانون اساسی جدید تصویب بکنه. ایالت نیویورک و ایالت ماساچوست و ایالت ویرجینیا تصویب نمی کردن، قانون اساسی اصلا تصویب نمی شد و آینده آمریکا اصلا مشخص نبود. پس اگر در آمریکا زندگی می کنید، فارسی زبونید، من این مقاله ها رو یواش یواش انگلیسیشو میخونم و فقط یه ترجمه
اجمالی میکنم، دلیلی هم که اینو حالت صوتی تصویری دارم به شما ارائه میدم اینه که این مقاله ها رو بشینید، فقط حتی ترجمهش رو بخونید، حتی انگلیسیش هم قادر باشید بخونید، یه سری چیزاش گنگه، چون بایستین جو تاریخی اون زمان آمریکا رو بدونید. حساب امیدوارم که این شهرهای کوچولو یه مقداری کمکتون بکنه و خودتونم امیدوارم که یا این مقاله ها رو توی کتابچه کوچولوی بخرید یا روی آنلاین میتونید روی کامپیوترتون قشنگ هستش گیرش بیارید مجانی. ولی خیلی مهمه که دفعه اول حتما متنش رو بخونید و به این ویدیوها گوش بدید، و اگه متنش رو نخوندید یه ذره براتون مشکل خواهد بود. و یه خواهش دیگه ای که دارم اینه که از قسمت اول نگاه بکنید، اگر این مقاله ها رو نخوندید بیاد و وسطش یه دفعه ویدیو اینا رو گوش بدید، یه مقداری گنگ خواهد بود. و امیدوارم که این کمک بکنه که آمریکا رو بیشتر آشنا بشید، شهروند خوب آمریکایی بشید، چون من فکر میکنم آدم برای این که انسان خوبی هم باشه بایستی با سیستم کشوری که توش زندگی میکنه آشنا بشه، که بتونه اونجا شهروند خوبی بشه، که بتونه شهروند خوب این کره زمین، این مهد ما باشه. اگرم فارسی زبونی تو کشورهای شبیه کانادا، استرالیا، جاهای دیگه زندگی میکنید دور ور دنیا، این یه مقداری با فدرالیسم آشناتون میکنه، چون در هر حال فدرالیسم آمریکا به تمام سیستم‌های فدرال دنیا الهام بخشیده، کم یا زیاد، مستقیم غیر مستقیم. وقتی نگاه میکنید الهام بخشیده به کانادا، به استرالیا، به هند، به آلمان، تاریخ آلمان و قانون آلمان و ژاپن و بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسیشون رو آمریکا دیکته کرد، و کشورهای دیگه، برزیل و جاهای دیگه که الان بلژیک و اینا، اینا همه مستقیم غیر مستقیم از آمریکا الهام گرفتن. پس اگر میخواهید یه مقداری انگلیسیتون قوی بشه، با فدرالیسم آشنا بشید، با قانون اساسی آمریکا آشنا بشید، جو تاریخی آمریکا رو در اون زمان بدونید، در 230 سال پیش، امیدوارم که این ویدیوها کمکتون بکنه. بیشتر این ویدیوها هم صوتی خواهد بود، یعنی من این دوربین میذارم در مقابل نقشه یا یه نوشته ای، بیشتر حرف میزنم، چون همونجوری که میبینید کیفیت تصویریش در این دوربین تلفن من خوب نیست، به علاوه یه مقداری مشکل تر میشه روی اینترنت انداختش. امیدوارم که بیاید پله پله با هم جلو بریم و این ویدیوها کمکتون بکنه. یه چیز دیگه ای رو بگم، اولا تمام این مقاله های فدرالیست به اسم پوبلیس امضا شده، PUBLIUS، پوبلیس. اون زمان خیلی رواج داشتش که شما یه مقاله اینو می نوشتید، مقاله سیاسی درستابی، اسم مستعار، سودونیم استفاده می کردید. اینا هم اومدن گفتن که بذارید سودونیم اسم مستعار رو، اسم یک کسی رو استفاده بکنیم که در تاریخ روم باستان پوبلیس کسی بود که آخرین پادشاه مستبد رو از تخت و تاج پایین آورد، انداختش و سیستم جمهوری رو بنا کرد. اینا هم گفتن ما میخواییم سیستم جمهوری بنا کنیم، برای این اسم استفاده کردن. بعد یه کلک دیگه ای هم زدن، اومدن این مقاله هاشون رو گفتن فدرالیست، چون میتونستن اینطوری طرف مقابل رو بکوبن، بگن که ما سیستم رو میخواییم فدرال به شما ارائه بدیم، چون اونایی که منتقد میکردن گفتن این فدرال نیست، شما میخواید اصلا بیایید ایالت ها رو ببلید و این سیستم مرکزی دیکته بکنید به ما. سیستمی که شما دارید به ما میدید ناسیوناله، فدرال نیست، ایالت ها تو این سیستم شما هیچ کاره میشن. اینا گفتن نه ما فدراله، اصلا اسم مقاله هامون فدراله،
یعنی ما به فدرالیسم معتقدیم، یعنی ایالت دولت مرکزی یه ذره قدرت دستش میاد، باقی قدرت رو میذاریم دست ایالت ها. به خاطر اون یه زرنگی که کردن اسم فدرالیست استفاده کردن. یواش یواش میریم جلو و هم دیگه بیشتر آشنا میشیم. یه چیزی رو هم فراموش نکنید، من یواش یواش ویدیو زمینه این پلیلیست میکنم، ویدیوهایی که عموم میتونن ببینن که کمکتون بکنه بیشتر با تاریخ آمریکا آشنا بشید. این ویدیوها از اساتید مختلف آمریکا هستش که راجع به تاریخ آمریکا و سیاست و این چیزا صحبت کردن. پس خدمتتون خواهم.